نوشته شده یا تاریخ فلسفه هایی که نوشته شده و در فارسی می‌بینیم و می‌خونیم، می‌بینیم هیچ نشانی از فلاسفه زن در این تاریخ فلسفه ها نیست. من همیشه مدت ها پیش پرسش داشتم که آیا در طول تاریخ فلسفه ما زنها هیچ نقشی نداشتن، نبودن، و چرا در تاریخ فلسفه به اینها اشاره نشده؟ آیا ما تا قبل از قرن بیستم فیلسوف زن نداشته ایم یا کسی متوجه نبوده؟ علت کم توجهی به فیلسوفان زن چه بوده؟ و دیگر اینکه نگاه فیلسوفان به زنان هم قابل توجهه. یعنی دو تا مسئله است، یکی این که زنان در تاریخ فلسفه چه نقشی داشتن و مثلا چه مقدار ما متفکر زن در طول تاریخ فلسفه داشتیم. از این طرف وقتی که تاریخ فلسفه رو در قبل و چه در تاریخ فلسفه اسلامی بخونیم، نگاه فلاسفه به زن هم یک مسئله است که حالا اشاره خواهیم کرد. شما به دیدگاه ها و آرای فیلسوفان از دوره یونان به زنان نگاه بکنین، ببینین دیگه اکثر دیدگاه ها منفیه، از ارسطو، کانت تا شوپنهاور. یادم هست سالها پیش آقای دکتر مرحوم محمد جعفر پوینده کتابی ترجمه کرده بود راجع به همین موضوع. وقتی که من میخوندم خیلی از بعضی از این فیلسوفا نگاهم برگشت، گفتم چه نگاه های وحشتناکی نسبت به زنان در تاریخ فلسفه غرب داشتن. یعنی مثلا حتی تعداد کسایی که در کشورهای مختلف ما میبینیم فیلسوف زن وجود داره، اگه بشموریم میبینیم که مثلا در آمریکا، در آلمان، در فرانسه و بریتانیا تعداد فیلسوفان زن در طول تاریخ خیلی بیشتر بوده و آثاری رو منتشر کردن. ما در ایران با بعضی این اسامی آشنا هستیم، آثارشون بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر ترجمه شده. مثلا هانا آرند از فیلسوفان زن قرن بیستم که دیگه در ایران خیلی شناخته شده است، آثارش به فارسی خیلی ترجمه شده و تاثیرگذار بوده. سیمون دو بوار همینطور، هلن سیکسو یا جودیت باتلر، جولیا کریستوفر، روزا لوکزامبورگ، اینها اسامی هست که ما می‌بینیم در ایران شناخته شدن، فیلسوفانی بودن که آثارشون ترجمه شده، تاثیرگذار بودن و ما آثارشون رو خوندیم. قبل از اینکه کتاب خانم دکتر نصر اصفهانی در بیاد، من به دو تا کتاب دیگه هم برخوردم. یکی زنان فیلسوف در یونان و روم باستان که رژیم پی تیران نوشته با آقای ترجمه دکتر عباس باقری که نشر فرزانه روز چاپ کرده، که کسایی که میخوان با فیلسوفان زن در دوره یونان و روم باستان آشنا بشن میتونن این کتاب رو ببینن. در این کتاب نویسنده اشاره میکنه که زنان فیلسوف در یونان و روم باستان کتابهای فلسفی نوشتن، تنها قطعه هایی در ستایش از آنها و گواهی هایی در دست است که گردآورندگان شرح حال ها و نظریه های فیلسوفان دور ماستان همگی به نحوی غیر اقراق‌آمیز تکرار کردن. این دیدگاه نویسنده است. یک کتاب دیگه هم قبل از کتاب خانم نصر اصفهانی در اومده به نام ملکه های فلسفه. اینم کتاب تقریبا شبیه همین کتاب خانم نصر اصفهانی هست، نوشته ربکا باکستون و لیزا وایتینگ که خانم رضایی ترجمه کرده، مریم رضایی و نشر سنگ این کتاب رو چاپ کرده. در این کتاب هم به زندگی، آرا و اندیشه های مهمترین فیلسوف های زن جهان پرداختن. 19 فیلسوف زن در این کتاب معرفی شده و این دو تا کتاب ما نشون میده که خب زنان چه نقشی در گذشته داشتن و خب طبیعیه که در قرن بیستم و در دوران جدید هم توجه زنان به فلسفه بیشتر شده، هم فیلسوفان زن، هم در ایران
ما می‌بینیم که در مثلا دو سه دهه گذشته شما تحصیلات تکمیلی رو که نگاه کنین قبل انقلاب در رشته فلسفه چندان زنان نبودن، اما الان فارغ التحصیلای رشته فلسفه خیلی زنان شرکت دارن و حضور دارن. کتاب ملکه های فلسفه در سال 2020 به زبان اصلی هم نوشته شده، یعنی خیلی جدیده و خیلی سریع این کتاب ترجمه شده. اما در میان فیلسوفان گذشته که میبینیم برای من جالب بود، افلاطون یک فیلسوفی است که نسبت به زنان دیدش بسیار مثبته. شما نگاه افلاطون رو ببینید، بسیار دید خوبی نسبت به زنان داشته. در کتاب جمهورش اشاره میکنه که زنان میتوانن همتراز با مردان پادشاه یا حاکم فیلسوف دولت شهر آرمانی او باشند. سخنی که در دوره افلاطون کاملا این سخن رادیکال و مترقیه، یعنی مثل کسانی مثل ارسطو یا دیگران در دوران باستان بودن. اما با این حال، با این سخن افلاطون که ما می‌بینیم، از دوره همون افلاطون تا به حال ما می‌بینیم که زنان به حاشیه رانده شدن، یعنی دیده نشدن. بسیاری از اسامی که اشاره شد، باید توجه‌ها رو ما به میراث فکری خارق‌العاده‌ای که فیلسوفان زن داشتن جلب کنیم و نقش اونها رو در شکل‌گیری سنت فلسفی یادآوری کنیم. طبیعیه که فلسفه به نظر من تا کنون مرد محور بوده، یعنی هم در غرب هم در فلسفه اسلامی، اگرچه اخیرا وضعیت داره بهتر میشه و هم از نظر تحصیلات تکمیلی هم از نظر افکار و اندیشه های فیلسوفانی که در کشورهای مختلف میبینیم رواج پیدا میکنه، هم کتابهایی که می نویسن، آرایی که دارن، و امیدواریم تلاشهایی که کسانی مثل خانم دکتر نصر اصفهانی، خانم دکتر مدق و دیگر خانمهایی که در عرصه فلسفه کار میکنن به این حوزه هم وسعت بیشتری ببخشه، هم عمق بیشتری برای خوانندگان و مخاطبان این حوزه آشنا کنه. برای من خیلی جالب بود که این همه ناسزا فیلسوفان راجع به زنان شنیده بودم و نمیدونستم ما مثلا جز سیمون دو بوار یا هانا آرند یا این فیلسوفا، این فیلسوفایی هم داریم که ناشناختن. این علتش چی بوده؟ علتش اینه که خب یا ما کم کاری کردیم یا فضا طوری بوده که این امکان پذیر نبوده که ارائه بشه. از خانم نصر اصفهانی تشکر میکنیم بابت این کتاب، همونطور که آقای ملکه هم اشاره کردن، امیدواریم جلدهای دیگه و آثار دیگه که راجع به از فیلسوفان زن و درباره فیلسوفان زن، یعنی هر دو حوزه منتشر بشه. خانم دکتر نصر اصفهانی، شما یه مقدار راجع به کتاب توضیح بدین، چرا سراغ این کتاب رفتین و اون این مجموعه رو اشاره بکنین.